صبح عالی با طعم پرتقالی. شما بخیر، من بخیر، شبتون بخیر. نمیدونم ساعت چند که داره این ویدیو رو میبینین، تا کجای دنیا هستین، هستن از هر جایی میبینین. اولا دمتون گرم، دوما دمتون گرم، سوما من که دمتون گرم. من ویدیو قبلی دیده باشید اگه با سری آپلود شده باشه، چون هنوز اینا ویدیو آپلود نشده، باید برسه دست ادیتور اینا. اگه دیده باشین، اگه این ویدیو بعد از اون ویدیو قبلی باشه، من هنوز چیکار دارم میکنم؟ من هنوز توی شهر گرند رپیدز میشیگان هستم و اینجا قرار برم بار بردارم. بار دارویی هستش که داره میره ایالت ویسکانسین، نزدیکای ایالت منیسوتا، یعنی اون بالا بالا مرز کانادا، نزدیکای مرز کانادا، نه خود مرزش. بعد اینم بازم واسه من جالبه چون یه مسیر دیگر دارم میرم. حالا یه تیکش میشه همون جایی که از شاهراه ایالتی ها رد میشیم که همون 90 و 80 هستش که مجبوره دیگه اینا بس میکنن، مجبوره یه ذره اونا رد بشن. بقیه شو باید بریم یه اتوبان های دیگه، بریم نزدیک شهرهای دیگه. این باره الان بهتون میخونم که داره کجا میره. داره میره شهر، اگه اسمشو دارم درست میگم، اسمش چیپوا فالز. این اسما اکثرا سرخپوستیه، نه من نه آقایی که از کجای دنیای دیگه اومده انتظار نباید داشته باشه که این اسم شهرها رو آدم درست تصور کنه. انگار مثلا یه آمریکاییه، اصلا یه آلمانی، هرچی بیاد مثلا کوهکیلو بویر احمد رو درست تشخیص کنه، تلفظ بکنه. بعد این اسمای سرخپوستی خیلی عجیبه، خود اونایی که توی آمریکا هم زندگی میکنن این اسما رو نمیدونن. مثلا یکی از معروفترین شهرها، یعنی یه شهر کوچیکم نیستش، اسمش دموین هستش، ولی نوشتنش دسموینز هست. خودت هم مثلا میری اونجا میگه که آقا این شهر اینجوریه، هم بیان کجا، میگه فلان جا، میگه نه بابا تلفظش اینه، تلفظش دزموینزه. و اون ما تو فکر میکنی تلفظش دزموینزه، بعد در حالی که میبینی بعد اونی که اونجا زندگی میکنه میپرسی، میگه نه تلفظش دموین هستش. دموین آیوا. چرا مثلا اسارو تلفظ نمیکنن، چرا آیو تلفظ نمیکنن، اینو تلفظ نمیکنن، دست دیفرنت استوری، یعنی یه داستان دیگه هستش که کلاس زبان نیستش، کلاس شهرشناسی نیست. ولی گفتم شاید واسه شما جالب باشه. اکثر جاها که من اینجوری بار میگیرم، میرم اونجا میگم که بهش میگم که I'm sorry I don't know how to pronounce this city. نه نه اگه اسم شهرش چجوری تلفظ کنم واسه شما، ولی اینجوریه، میگه نه نه اسمش اینه. نه کسی خجالت میکشه، نه مسخرت میکنن، نه چیزی. یه چیزی هستش که نشنیدی. حقم داری. از کجا باید بدونی این شهر رو؟ Anyways اینجا دارم ویسکانسین دارم میرم. هفته صبح باید تحویلش بدم. 500 و خورده مایل هنوز آدرس رو دقیق نزدم که توی جی پی اس بهم دقیق بگه که چقدر فاصله هستش از اونجایی که باید بردارم تا اونجایی که باید تحویل بدم. چون دارویی هم هستش، خیلی خیلی بیش از اندازه نسبت به جای دیگه حساس هستن روی تایمش، که باید من صبح اونجا باشم به هر قیمتی که شده، وگرنه خیلی بد میشه و جریمه میشم. حالا جریمه چقدر میشم معلوم نیستش، هر شرکتی، هر دلال اینا با هم فرق میکنه. فعلا برگردونم شما خیابونای اتوبانای شهر گرند رپید میشیگان رو ببینین تا برسیم اونجا. اینجا اتوبان اصلی نیستش، فقط یه چیزی هستش که از شهر و شهرهای کوچیک با هم وصل میکنه که یو اس هایوی 131. درخت ها نگاه کن رنگش خوشگل شده، اگه خوب دیده بشه توی دوربین مثل آدم که با چشم میبینه، شاید نور زیاد باعث نشه که زیاد خوشگلش رنگ و رنگش دیده بشه. و تا دلیوری، میگم تا دلیوری، تا اونجایی که با بار بردارم، نمایندگی کنورث هم سمت چپ، یه 6-7 دقیقه فاصله دارم، جاده رو دارم میسازم. نمیدونم حرفم تا کجا بود، ولی بخواد این گوپرو داغ شده بود زیر آفتاب، جلو شیشه خودش رو شات داون کرده بود. ولی خب الان دیگه دارم میرسم به پیکاپ. الان خاموش بکنم بذار یه 5 دقیقه خنک بشه تا اونجا برسم باز روشنش بکنم. این خروجی ماست. یه ذره داریم بس توی شهر چیست دورهومه شهر در رد میشه. این که جالبه دیدنش، هم واسه من هم واسه شما، چون
ارج متفاوته دیگه. اتوبان ها که اکثرا شبیه هم من خارج از طبیعت دور برش. الان که اینجا میایم بیرون ببینیم اینجا چه خبره. کالامازو. بله اینم از چراغ ما. ببینیم اینجا چه خبره. اوکی. اینجا تراک استاپه؟ نمیدونستم. RV and truck. آره. سمت چپ. بازویل چقدره؟ 3.70. No, thank you. گرونه. کلیسا. چقدر کلیسه؟ کلیسا همون جلوتر بود که نمیدونم توی دوربین افتاد یا نه. اینا مثل ایران هم دیگه. مذهبی هم. نه به اندازه ایران. منظور علاوه از اینکه مسجد همه جا هستش. اینا کلیسا همه جا هستش. خوشگل درخت ها. خیلی خوشگله. بابا واقعا بابا پاییز عشق 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 نگاه کن. ایوان زمین های دارن نگاه کن. جون میده ها، جون میده واسه پرواز و اینجور چیزا. اونها جای قدیمی. به 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 خیلی خوشگله. حالا شاید این خوشگلی ها واسه همه جذاب نباشه. یک استایل مثلا نیویورک رو دوست داره، لس آنجلس رو دوست داره. من اونا رو دوست دارم ولی خب اینا هم واسه خودش آرامش خاص خودش رو داره به نظر شخصی من. اگه موافقین تین توی کامنت ها بنویسین، اگه موافق نیستین بازم توی کامنت ها بنویسین. دارین دیگه یواشاش میرسیم. من نمیدونم که باید از کجا از جلوتر باید برم بپیچم. اوکی. اینجور جا 100% باید هم از گوگل مپ استفاده بکنی که به صورت ستلایت ببینی، هم از خود جی پی اس کامیون که نره یه جایی که نتونی در بیای یا به جای خسارت بزنی. جی پی اس میگفت که نگاه کن از این عقب باید میشیدن، در حالی که اشتباه بود. گوگل مپ ببخشید. من جی پی اس کامیون میگه اینجا بپیش که درست تره، چون میره دقیقا جایی که کامیون بتونه دور بزنه و واسه دنده عقب رفتن راحت تره. اوه اوه عکس شیرم داره. چرا این دوبرش عکس شیر داره؟ چیز نه مجسمه شیر داره. یه نه اون برشه. آه جلوتر هم یه چیز داره، اسب داره مجسمه. دیدی درست اومدن؟ اگه روبر رو بخونه زده نگاه کن shipping and receiving. یعنی درست اومده که اینجور فلش داده باید بری. اگه از اون میمدن دقیقا برعکسش اومده بودم. جنگ یه مجسم هست یا نه منه. خوشگل. اینجور چیزی رو زیاد نمیبینی تو توی آمریکا یا اصلا جای دیگه. receiving اینجاست. شیپینگش هم باید جلوتر باشه. شیپینگ آره جلوتره. برم چکین کنم بیام. آرایت جای درستی بودم. در شماره 1 یا 2 رو گفت، هر کدوم خواستم بردارم. آدمای خیلی 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 نایسی هستن. عجیب. خدا پدرشون رو نگه داره بیامرزه در هر صورت. یعنی یک هوای ملسی هستش. یک تمیزه، عالیه. نه به اون شبش که داشت یخ میزد و نه به الان که آدم میگه که کاش همیشه هوا اینجوری میموندش. کاش. اینم از دندقب ما.
یکی دو بار مجبور شدم عقب و جلو بکنم که جا بشه. وقتی که بد میای تو همه چی بد میشه. از اول کامیون دراز، البته نه درسته همه چی حله. چی میخوای اینجا تو؟ پدر سگ ها؟ پدر سگ کوچولو. کانگورو رو ورش کردم بیرون. اینجا مال هر کسی هستش. جت اسکیاش هم گذاشته اینجا. به قدیمیه. ولی اگه توی کار خریدن جت اسکی هستین، این برند سیدو یه برند خیلی خوبیه. عالیه یعنی. همین قدیمیه، داغون شده. خدا میدونه کار میکنن یا نمیکنن. دیگه ما نمیدونیم. چه آرومیه. اینجا جای خونه داشته باشه آدم خیلی خوب میشه. اینم از بیوش برش نمی که اینجا شپینگ. کانگورو نیاک کافی هم آوردیم تو این هوای کافی بزنیم بعد دیگه را بیفتیم. بعد اینکه بار زدن بریم دیگه. بریم ببینیم کجا قراره. بریم بیانجا پدر سگ بیانجا. بار زدنشون خدا رو شکر زیاد طول نکشید. ولی خب بریم ببینیم که این باری که میگن خیلی فوری باید بره 7 صبح باید اونجا باشه چی هستش. بذار ببینیم. ها معلوم نیستش که چیه. ولی خب باید برم با این بند تومون که از رو دیواره ببندمش که Do not break pallets. اوکی که یه ذره امن باشه جاش. کمان ای بچه که این از اینجا بره اینجا کشتشه بده اینجا اینجا بستشه. زیاد نمیخوام بهش فشار بیارم چون کارتونه یا میشکنه یا میره تو این چرت و پرتا. فقط یه کوچولو اینجا جلوشو میگیرم با این آهنه چیزش میکنه جلوشو بگیرم بهتره به نظر شخصی من امنه تره. بازم از هیچی بهتر شد. این کلین صفر نمیتونه بکنه که این کارتون ها میره تو. اصلا صفر هم نشده این وام است. باز بهتر از که جلوی نریختنشون رو بگیره. خوبه روشم ننوشته نه؟ نه ننوشته. هرچی بریم. چون پلمب هم نداره واسه محض احتیاط یه قفلی هم میزنیم که خیال خودمون راحت بشه. نمیدونی توی جاده چه اتفاقاتی ممکنه پیش بیاد. راه بیافتیم بریم جاده رو ببینیم. Go on.
به خاطر ترافیک و تصادف یه فیلمش نگرفتم، گفتم باید چی بگیرم. توی شیکاگو هستم، 320 مایل دیگه دارم که میشه حالاش 5 ساعت اینا. باز راه دارم تا مقصد، فکر کنم همون دوربر 12 اینا میرسم. من دلمون خوش بود که یه بار قرار بود زودتر برسیم بخوابیم، که هر وقت دلمون ما واسه یه چیز خوش کردیم نخوش دقیقا برعکس شد. طبق معمول ببینم هر کجا چراغ باشه، جاده معلوم باشه، یه چیز معلوم باشه، فیلم میگیرم و تا اونجا که میتونم بکوب میرم. البته باید بایستم غذای گوفی هم بدم. بعد ببینیم که کی قراره ما برسیم به اون شهر ویسکانسین که هفته سام باز باید بارو تحویل بدیم. صبح همه شما بخیر. شما میگم صبحی هایی چون که دیشب هر جای رفتم جایی نبود که نور کافی نبود که بتونم ویدیو بگیرم. بعد این مجبور شدم بخوابم یه 100 کیلومتری اینجا و بیدار شدم. همین الان به یه جایی رستم که یه شهر کوچیکه، خیابوناش نور داره که بتونم زب بکنم. الان ساعت 6:09 دقیقه صبح، هفته صبح که قرار بود اونجا باشیم، ما قراره 6:30 اینا برسیم اونجا، 6:24 دقیقه. بعد عرض کنم خدمتتون که هوا، انتظار داشتم که اینجا چون شمالی تره، نزدیک به ایالت های مرزی کانادا هستش، یه ذره یخ بزنه اینا، ولی نه دم نه در حد یخ زدن اصلا نیستش. جالب بود واسه من. بعد حالا یه ترسی که دارم، این باری که گفته بودن قرار هفته صبح باشه، اولش این بار قرار بود ساعت 3 ظهر باشه که BCMG ما اونی که بار واسم فرستاده گفته که باشون حرف زدم که هفته صبح قبول بکنن که کل روزمون حرام نشه واسه این بار. دونم گفتن اوکی، حالا بریم اونجا بگن که نه خیلی ضایع میشه. ای بابا باز که جاده تاریک شد، نه چیز زیاده توی ویدیو دیگه میشه، نه بذار برم اونجا ببینم که چه خبره، بقیه‌اشو زفت بکنم. یعنی کاش میشد که میرفتم تو تورم فیلم میگرفتم، نه از اینکه اونجاست توشن ببینیم، از اینکه ببینین اینا چقدر آدم های نایسی هن، چقدر آدم های خوبی هن. واقعا ریویوهاش خونده بودم، الان میبینم که انصافا اینا تلفنو بزنم اینجا، آدم های خوبی هن. دمتون گرم، خدا خیرتون بده. حالا باید گفت دور بزنیم بریم در همون 326 دنده عقب بزنیم، دنده عقب. اه آسمان نگاه کن چقدر خوشگل داره روشن میشه اونجا. Very good, very good. به به، عاشق طول خورشیدم، عاشق اول صبح من. باز باید ما بپیچیم سمت راست که بریم پشت این ساختمانه که در 326 اونجا هستش. اوکی ببینیم الان تریلره میره اون تو یا نه، یا باید یه ذره دیگه دندقه با دنده جلو کنم. یک کوچولو ذهنم میگه که باید برم جلو صافتر برم تو. عقب و جلو کرده درستش کرد، نو پرابلم. میای جلو، حالا میای اینور، میای اینور، صافش بکنی. یه کوچولو دیگه میخوام بیام روی این خطه. تموم شد به همین خوشمزگی.
طعم خوشمزه خوشمزه‌ای هم نبود. و هیپ کینجر رو نمیتونم گوفیو بیارم بیرون. What? I cannot bring you outside. No. بعد آسمون داره قشنگ روشن‌تر میشه. مشکل‌تر داره میشه. این دوره بر ماست. زاویه دیگر. و هیچی دیگه. باتری گوپرومون هم 13% مونده. این آقا هم که دیگه نمیدونم داره چیا رو چک میکنه اونجا. ببینه که کی خالیمون میکنن، کی ما از اینجا میریم بیرون. بعد ببینیم قرار کجا بریم. تپ اونجا، اون میشه ویدیو بعدی واسه تو میگیریم. خیلی دوستتون دارم. یادتون نره که سابسکرایب بکنیم، وگرنه به گوفی میگم بخورتتون. بعد لایک کامنت هم یادتون نره. عشقین، دم همتون گرم. فعلا.